سلام عرض کردم به بینندگان عزیز ITN در هر کجای دنیا که هستید. خوش آمدید به برنامه اینترنت و تکنولوژی. من سیامک کلهر هستم. امروز میخوام راجع به دو سه چیز صحبت کنم اگه وقت باشه. اول میخواستم راجع به اصلا کلن ارتباطات و این دنیای تکنولوژی. ما دلمونو خوش کردیم که تو عصر ارتباطات زندگی میکنیم، اما راستی تو عصر ارتباطات هستیم؟ آیا با هم دیگه ارتباط داریم؟ آیا این ارتباط های ما دو طرف است یا در واقع یه ذهنیتی که ما داریم؟ شما ها فکر میکنین الان تو این عصر ارتباطات ما ها با هم دیگه نزدیکترین؟ رابطه ها نزدیکتره؟ یا اون نیازی رو که ارتباطات سنتی قدیمی بود نیازهای ما رو بیشتر تعمیم میکرد تا این زندگی تکنولوژی که الان هست؟ اما اگه یه مقدار واقع‌بین باشیم، خیلی فرق بین روابط نزدیک انسانی و روابط ارتباط جمعی و میدیا و اینترنت و رادیو و تلویزیون که الان در واقع دو تا دنیای مختلف هستش. اگه تا دیروز و پریروز این پدرها و مادرها و اقوام و آشنایان ما بودن یا ریش سفیدان خانواده ها بودن که تو ارتباطات یه نقش محوری و سکان رو بازی میکردن و اساسی، الان امروز دیگه این پنجره های ویندوز و نمیدونم کوچیک سیاه‌سفید و رنگی و خاکستریه که به حرف در اومدن. ما رو با غریبه‌هایی به ظاهر آشنا و تالنتد و زیبا و خوب آشنا میکنن. الان ما تو دنیایی هستیم که در واقع اون دنیای ماس سوسایتی یا ماس میدیا، توده مردمی رو که صحبتشو میکردن در واقع الان شکل گرفته. انبوه انسان‌ها که همیشه تشنه‌تر هستن. من نمیخوام حالا راجب خیلی چیزای بد زندگی اینترنت صحبت بکنم، ولی همه ماها راجب چیزای مثبت و مفیدش میدونیم. همه میدونیم که چه کارهایی میکنه، ما رو به هم نزدیک کرده، تکنولوژی رو به هم نزدیک کرده. همه آدما در یه تاچ هستن، میتونیم خرید کنیم، میتونیم یه جایی باشیم، اطلاعات به دست بیاریم. همه اینا همه در یه زمان. ولی اگه قبول کنی که روند زندگی ما تو قرنی که الان هستیم، تو موقعی که هستیم، انقدر الکترونیکی شده، دیگه مسئله ای کامرس و نمیدونم ای دیتینگ و اینا نیست. ایتس ای لایف، زندگی الکترونیکی شده. بعد هیچ وچی از زندگی بشری نیستش که تأثیری نگرفته باشه از این. یعنی حتی شماهایی که تو دورترین روستاهای ایران هستین حتما یه تأثیری از این گرفتین. تو سال پیش گفتن که تو سال 2006 میلادی تعداد کاربرای اینترنت از 800 میلیون نفر گذشته و این به طور قطع در چندین سال آینده به صورت تصاعدی بالاتر میره. کافیه که دور و برمون نگاه کنیم، همه عرصه زندگیمون یکی پس از دیگری داره تو احاطه زندگی اینترنتی تکنولوژی در میاد. تمام جامعه بشری داره از این زندگی الکترونیک بهره مند میشه یا دست کم یه چیزایشو گرفته، حالا ممکنه همش نه، ولی یه دستی بهش انداخته. خلاصه الان تو قاموس فرهنگ مدرن وقتی صحبت از زندگی الکترونیکی منظور تمام کلیه حوزه‌های الکترونیکه، در واقع ای اوریثینگ، همه چیز الکترونیک. ولی در این حال این دستاوردهای زندگی الکترونیک تو سرعت بخشی و خدمت رسونی و اینا خیلی به ما کمک کرده، ولی مثل همه دستاوردهای بشری که ما داشتیم تا حالا، تولیداتی که داشتیم، اختراعاتی که داشتیم، این همیشه دو تا کفه ترازو داره که وقتی یه چیش میاد بالا یکی دیگهش میره پایین، کفه منافع و کفه مضرات. اگه من تو این برنامه دارم راجع به یه موضوعای محوری دارم صحبت میکنم، راجع به مضراتی که این دنیای تکنولوژی و اینترنت الان داره، خیلی چیزاش واضحه، ممکنه شما شنوندگان عزیز میدونید، من ممکنه تکرار بکنم، ولی خواهم کلا صحبت کنیم. اولین آرزه تو دکوراژ کردن آدمو از حالت اندام فیزیکی، کار مداوم با دستگاه الکترونیک یه ارمغان جدید رو آورده به دنیای
مریضی انسانی. به عنوان مثال میشه از دردهای عضلانی، درد مچ دست، خمیدگی پشت، همه اینا اغلب کاربرهای کامپیوتر و اینترنت وقتی باشون صحبت میکنین راجع به این چیزا صحبت میکنن. مشکلات بینایی دارن مثل خود من که الان در عرض 2 سال ممکنه درجه چشم عوض شده. اینم سوزش، آبریزش چشم که قدرت بینایی رو کمتر کمتر میکنه، چون چشم انسان یه جوری درست شده که قادر روی اشیاء دور و نزدیک هی متمرکز بشه و این به این صورت هی خودشو تمرین میده که کاربرد چشمو بالاتر ببره. ولی وقتی ما ساعت‌ها به صفحه مانیتور کامپیوتر خیره میشیم، این در واقع یه خطر زیادی رو برای چشممون ایجاد میکنه. خطرهای دیگه داره. وقتی شما کامپیوتر رو استفاده میکنید، امواج الکتروستاتیک داره، خطر انتشار امواج نوری داره، تشعشعات، خطر انتشار گازهای سمی وقتی کامپیوتر داغ میشه، قطعاتش ممکنه گازهای سمی تولید بکنه که اینا الان یه علمی به اسم ارگانومیش درست شده که کارپژوهیه که اصلا به این مسئله داره میرسه. یکی تنهایی، انزوای الکترونیک، این یکی دیگه از آسیبای زندگی الکترونیکه که توی وجود خودش، یعنی وقتی شما حساب بکنید فکر میکنید که تو اینترنت هستین و شما دارین در واقع با همه در تماس هستین، ولی گوشه‌گیر شدین. یعنی این جذابیت دنیای مجازی به قدریه که پس از مدتی تمام یوزرهای زندگی الکترونیک مصاحبت با دیگران دیگه اصلا تحمل نمی‌کنن. مثل یه آدم معتادی میشن که همیشه به سوی مخدر خودش میره. شما اگه دقت کنید الان مثلا خیلیاتون هستین، جوونا میدونن، روی سخنم با همه شماست بچه‌ها، شب نصف شب ممکن از خواب پاشی میخوام برین دستشویی، بعد برین اول ایمیلتون رو چک کنی. این خودش یه مریضیه. این در واقع تنها ارتباطیه که شما واسه خودتون ایجاد کردین. روابط والدین، فرزندان که الان دیگه قربانی این زندگی الکترونیک شده. تو دنیای الکترونیک که الان دنیای غرب خیلی داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه، مسئله رابطه فرزند و اولاد یا اصلا مربی و بالاخره بازیگر، هر کی، اونا دیگه الان یه سری مانعاتی جلوش اومده. مادرات بچه هاشون رو از 1 سالگی 2 سالگی میذارن تو اتاقای دربسته، ویدیوها رو واسه شون میذارن که برن از دستگاه الکترونیکی طریقه حرف زدن رو بیاموزن، یا طریقه دویدن رو بیاموزن، یا طریقه غذا خوردن رو بیاموزن، یا شعر خوندن رو بیاموزن. اینا رو حتما شما مادرای عزیز اگه دارین تماشا میکنید متوجه هستین، مخصوصا مادرای جوان وقت ندارین، میخواین به کارهای دیگه تون برسین. الان ویدیوها اومده که میگیرن میگن آقا اینو بده بچت، مخش از بچه دیگه خیلی بالاتر میشه. اینا خیلی مسائل مهمیه، اینا مضرات اینترنتی که باید بهش توجه داشت. بمباران اطلاعات الکترونیکی، شما ببینید چقدر اطلاعاته با اومدن اینترنت که به تعبیر همه چی رو به شکل الکترونیک تو دست ما قرار داده. خیلی آروم، خیلی خزنده انسان رو دچار یه خستگی میکنه بدون اینکه متوجه بشی. این به خاطر سرسام این اطلاعاته. میلیون ها سایت، میلیون ها، میلیارد ها وبلاگ، تریلیون ها صفحه های اینترنتی، موضوع های گوناگون متفاوت که یه باره میان توی کمین نشستن یوهو به ما هجوم میارن. آیا ما بشر ساخته شده که بتونه اینا رو هضم بکنه؟ اطلاعات راست و دروغ، از چپ و راست، آیا ما این قدرت پردازش و تجزیه و تحلیل اینا رو داریم؟ بشر معمولی مگه قدیما چجوری اطلاعاتشو میگرفت؟ ما یا از روزنامه‌هامون، یا قدیما فقط یا ریش سفید محله میومد میشه تعریف میکرد که چی شده چی نشده، مردم گوش میکرد. حالا دیگه شما هر چی رو بخواید پیدا بکنید میتونید پیدا کنید، هر اطلاعاتی رو بخواید پیدا کنید میتونید پیدا بکنید. حالا اینا رو اگه بتونید پردازش بکنید، اینا یه خستگیای به آدم میده که همه شما یه استرس، اینم یکی استرس الکترونیکیه. استرس الکترونیکی الان یه مبحث بزرگ